پلاستیک بلای جان محیط زیست ایران، تولید 1000 تن پسماند پلاستیکی در روز تنها در تهران. هر تهرانی به طور متوسط روزی 3 کیسه پلاستیکی وارد چرخه زیستی میکند. در کلان شهر تهران روزی 7500 تن زباله تولید میشود که 1000 تن آن پسماند پلاستیکی است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از شهر تورین ایتالیا. مثلا بهرامی، مشکل در کجاست؟ آیا اراده‌ای وجود نداره؟ در آموزش کافی وجود نداره یا تمایلی وجود نداره که شهروندان سعی کنند مصرف کیسه‌های پلاستیکی رو کم بکنند؟ یه بخشش همین فرهنگ مصرف کردن و سلیقه‌ای که در واقع ما خرید در همچشمی در خرید کردن که توی دورریز مواد غذایی، نان، حتی زباله الکترونیکی مثل گوشی‌های موبایل هم نشون میده آمار توی ایران که این موضوع خیلی مسئله ساز شده. یه بخشش هم سلیقه است دیگه، به خاطر اینکه مثلا شما ببینید همه همایش و سمینار برگزار میشه، جشن‌ها، عزاداری‌ها، همیشه ظرف‌های یه بار مصرف پلاستیکی توزیع میشه و هیچ وقت هنوز بعد این همه زمان یه جایگزین مناسبی براش انتخاب نشده و خب این خودش مسئله خیلی جدیه، برای اینکه مصرف ظرفای یک بار مصرف در ایران خیلی زیاده و بچه آب پلاستیکی و خب قطعا باید یه زمینه و پتانسیلی هم وجود داشته باشه تا مصرف کننده بتونه انتخاب بکنه، قدرت انتخاب داشته باشه، مثل سیستمی که در واقع توی کشورهای پیشرفته انجام میشه. ولی این فرهنگ‌سازی هم خب موضوع مهمیه که بعد از بالا به پایین اتفاق بیفته، برای اینکه الان مردم بیشتر مطالبه میکنن که کمتر پلاستیک مصرف کنن یا مایلن که تبلیغ میشه کیسای پارچه‌ای دوخته میشه میفروشن و اینا، ولی مهم اینه که خب برای دولت روش سرمایه گذاری بکنه که هم در واقع نظارتی وجود داشته باشه که اینا بارکد داشته باشن و موضوع بازیافتش رو در نظر بگیره، لحاظ بکنه. و یه بخش هم که قطعا برمیگرده به اینکه خود مردم یه نگاه از بالایی داشته باشن وقتی که میخوان یه تیکه یه سیب رو یا یه تیکه نون رو یا یه ظرف پلاستیکی رو دور بندازن که در واقع چقدر از پروسه تولید اون تا اینکه به دستشون رسیده و حتی بعد از اینکه اون رو به شکل زباله دور میندازن چه حجمی از انرژی، آب، بنزین، نفت مصرف میشه تا در واقع اون محصول به دست مصرف کننده برسه. در مبارزات انتخاباتی شهردار پیشین تهران میگفت که از بازیافت زباله در تهران مواد مفیدی تولید میشه. تا چه اندازه این کارهایی که صورت گرفته، مثلا همین کمپینایی که شما اشاره کردید، مفید بوده که با این مشکل مقابله بشه در مقایسه با سالهای اخیر؟ ببینید، موضوع بازیافت موضوع خیلی مهمیه در ایران و بر نمیگرده فقط به بخش پلاستیک. ما حتی در موضوع زباله‌های خطرناک مثل زباله‌های بیمارستانی هم یه تفکیک از مبدأ نداریم در ایران متاسفانه. در آمار میگه که بیشتر کمتر از 9% زباله‌های پلاستیکی در ایران بازیافت میشن، در حالی که این آمار با همه مشکل پلاستیکی که الان در واقع بحران محیط زیست به عنوان بحران محیط زیستی جهانی ما باش مواجه هستیم، بیش از 50% پلاستیکا در کشورهای پیشرفته بازیافت میشن و برمیگردن دوباره به چرخه مصرف. ولی در ایران خب این موضوع خیلی مهمیه که ما در واقع این بازیافت از مبدأ انجام نمیدیم، به همون دلیلی که پلاستیکا انواع ندارن و ما نمیتونیم با کدونا رو دسته‌بندی بکنیم. و موضوع مهم دیگه اینم که به هر حال توی فضای شهری برای شهروندا امکان این وجود نداره و سخته که خب در خونه اینو بخوان خودشون انجام بدن، باید واقعا یه فرهنگ و یه علاقه به این موضوع وجود داشته باشه. و مسئله مهم دیگه هم اینه که این پلاستیک‌ها به شکل دستی و به شکل دستی بازیافت میشن معمولا و این مکانیزه نیست، این سیستم. معلومه که خب شرکت‌ها ترجیح میدن با هزینه کمتر این زباله رو توی جنگل گلستان برفض رهاسازی کنن یا بریزن به سفید رود تا اینکه بخوان اونو به هر حال بازیافت بکنن. سپاسگزارم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا.